در برنامه آقای رجبیان رو داریم که ایشون زبان پژوه هستن و نویسنده هستن، روزنامه نگار هستن. من از آقای مایک آقای رجبیان مثل که بسته است. مایک آقای رجبیان رو باز کنین. از طرف خودشان باید اوکی شود چون ما پیام روان کردیم. بله باز شد. آقای رجبیان خوش آمدین به برنامه. درود بر شما آقای فراسان. شما صحبت دوستان در رابطه با ازبکستان، افغانستان و ایران شنیدین. تاجیکستان در واقع بخش از این تمدن و جغرافیای درخشان زبان فارسی هست. ما از شما سوال اول و میست که وضعیتی فعلی زبان و فرهنگ فارسی در تاجیکستان چگونه است و الفبا رو میدانیم سیریلیک است، آیا روزنامه های با همین الفبای زبان فارسی منتشر میشوند نمیشوند، نام زبان رو در رسانه های رسمی چی یاد میکنند و در واقع سیاستی حاکم چگونه است؟ بفرمایید. درود بر شما آقای خراسانی و همین دوستان عزیزان و سپاس از بنیاد مولانا بابت برگزار یک نشست فوق‌العاده سودمند. از صحبت‌های دوستان فیض بردم و می‌خواستم که پیروی صحبت‌های هیلا خانم بگم که همونطور که اشاره کردین از شهروندان افغانستانی و ازن سوال می‌کنن که شما فارسی کجا یاد گرفتید، یا از تاجیکستانی، از جمله از خود من همین سوال شده. این حالت رو متأسفانه در افغانستان هم داریم که مثلا میپرسن که چرا تو ایرانی صحبت میکنی، که یکی از اتفاقاتی که با یما سیاوش شادروان افتاده بود که خدا بیامرزش اخیراً درگذشت. در واقع این چیزها حاکی از ناآگاهی هست که بیشتر اونها ناآگاهی است که در واقع ریشش در سیاست‌های زبانی و فرهنگی است که در این کشورها جاری بوده، مثل افغانستان که از سال 1964 یکی از صفات زبان فارسی رو دری رو به معنی درباری و رسمی اسم زبان کرد و اون رو جدای از فارسی دونست و همینطور تلاش کرد که با ریختن واژگان پشتو در زبان فارسی اون زبان رو خود ویژه بکنه و فاصله بگیره از زبان فارسی رایج. در ایران این حالت رو میشه گفت که به گونه ای پیروی از رهنمون‌های استالینی بود در زمینه زبان که در تاجیکستان، در آسیای میانه، در امارت بخارای پیشین صورت گرفته بود. میدونیم که پیش از این که خط تاجیکستان و ازبکستان، تاجیکان اونجا تبدیل به سیریلیک بشه، قبل از اون لاتین بود و در سال 1926 بود که آذربایجان، جمهوری آذربایجان خطش لاتین شد و به دنبال اون ما بقیه کشورهای یا جمهوری‌های مسلمان شوروی و همینطور چون در آغاز می‌خواستند که پیام انقلاب اکتبر رو به همه بفرستن، فکر می‌کنن از طریق لاتین میشه، در واقع حتی روس‌ها هم حاضر بودن که خط خودشون رو لاتین بکنن تا از این طریق بتونن که پیام انقلاب اکتبر رو به تمام جهان بفرستن. ولی رفته رفته این نکته برجسته شد که مشکل عقیدتی اتحاد شوروی عمدتاً با ملل مسلمان گره خورده و اگه توجه بکنید میبینید که فقط کشورهای مسلمان بودند که در اتحاد شوروی خطشون اول لاتین و بعدش هم سیریلیک شد، به خاطر اینکه در واقع مثلا اگه ببینید گرجی ها و ارمنی ها نه به لاتین تغییر خط دادن و نه به خط دیگری بعد از اون و همین حالا هم به خط خودشون در واقع پایبند موندند. ولی برای اینکه عمق این ماجرا، عمق این مصیبت روشن‌تر بشه، میخوام چند تا آماری رو که اینجا من امروز برداشتم براتون بخونم که تا چه اندازه این تغییر خط تاثیر گذاشته روی میزان آگاهی که یک فرد تاجیک، فارسی زبان مقیم تاجیکستان و ازبکستان و کسی که فقط به خط سیریلیک میخونه داشته باشه. این هست که اگر شما در گوگل عبارت شهر بخارا رو که در واقع بیشتر مربوط به میانه است و انتظار میگه که اطلاعات بیشتری درباره شهر بخارا رو ما در از قول یا از قلم تاجیکان اهل اونجا بشنویم و بخونیم، شهر بخارا رو در گوگل اگه جستجو بکنید به خط پیریلیک یا همون پارسی سیریلیک حدود 10400 تا نتیجه میگیرید و به خط پارسی 57000 تا که میشه بیش از 5 برابر بیشتر.
و اگه یک عبارتی رو یک کلمه‌ای رو به شکل مثلا کتابخانی اول به خط پیریلیک جستجو بکنید 20700 نتیجه میده و به خط فارسی 11,400,000 نتیجه، بیش از 550 برابر بیشتر مطالبی داریم در باره کتابخانی در اینترنت که تاجیکا به اون دسترسی ندارن، صرفا به خاطر اینکه 32 تا حرف الفبای فارسی رو نمیدونند یا بهشون یاد ندادند. یا مثلا کلمه آبیاری به پیریلیک میشه 245,000 نتیجه، به فارسی 11,700,000 که میشه حدود 48 برابر بیشتر. در واقع موقعی که به این نگاه میکنید دیگه مطالب دیگه هم باید کاملا براتون روشن شده باشه که ندانستن خط فارسی در واقع با وجود اینکه زبان یکی هست و همه فارسی صحبت میکنن ولی به خط دیگر مینویسن و تعدادشون هم بسیار اندک هست، به جمعیت تاجیکستان حدود 9 میلیون نفر هست، چه مصیبتی رو بر سر مردم فارسی زبان در اونجا آورده. فعلا متاسفانه همچنان زبان در تاجیکستان رسما اسمش تاجیکی هست، در مراجع رسمی و همینطور در رسانه‌های رسمی اسمش رو تاجیکی میگن، ولی بحث این که باید به زبان فارسی برگردیم در واقع به نام راستین این زبان همچنان ادامه داره. این بحث هرگز خاموش نشده، باید بگم آتشش همیشه روشن بوده، فروزان بوده. از سال 1989 دو سال پیش از فروپاشی اتحاد شوروی تظاهراتی در تاجیکستان صورت گرفت که بی همتا بود در نوع خودش در آسیای میانه شوروی و مردم تقاضا کردن که زبانشون رسمی بشه، به عنوان رسمی زبان رسمی شناخته بشه و همینطور نامش هم برگرده. که اون زمان دولت چون پرسترویکا و گلاسنوست گارباچوف بود تن داد و قانون زبانی تصویب شد که نام زبان شد تاجیکی فارسی، در واقع توی پرانتز اسم فارسی رو هم آوردن برای نخستین بعد از تقریبا اون زبان به نام به زبان قانونگذاری شوروی برگشت. ولی بعد از اینکه حکومت فعلی تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان سر قدرت اومد، تصمیم گرفتن که این نام رو از قانونگذاری تاجیکستان حذف بکنن. قرار بود که در طول 5 سال به خط فارسی برگردن، در مدارس هم زبان و الفبای فارسی تدریس میشد که اون رو هم یواشاش برچیدن، گفتن قرار نیست. خود شخص آقای رحمان گفت قرار نیست ما به خط فارسی برگردیم و به همین خط هم میشه اکتفا کرد، در حالی که صحبت فقط درباره این نیست که ما دسترسی مستقیم به آثار گذشتگان خود نداریم و مثلا من باید منتظر میموندم که در سال 1984 مثنوی معنوی مولوی فقط پاره ای از اون به زبان روسی، نه خط فقط بلکه به زبان روسی پای ماسکریتوس مویست چاپ بشه تا مولوی رو بشناسن، چون به خط پیریلیک اون وجود نداشت، برای اینکه چیز مذهبی و عرفانی محسوب میشد و ممنوع بود. یا همینطور مثلا روایت خیام، اینها کلا آثاری که اگه فکر بکنیم که چه تعداد از این آثار به خط پیریلیک برگردان شده، چه تعداد از اینها در واقع قابل دسترسی هست برای مردم تاجیکستان، میشه به ذرس قاطع گفت که درصد بسیار اندکی، شاید 10% اون رو هم نتونستن ترجمه بکنن. و فکر بکنید که تا حالا که میشه گفت بیشتر آثار مهم جهان رو به خط فارسی در جهان پیدا کرد و خوند، که فقط ایدئولوژیک هم نیست، عقیدتی نیست، بلکه انواع و اقسام آثار علمی و تاریخی و فرهنگی و همه چی درباره در دینی و بی دینی و غیر دینی، در واقع همه اینا رو به خط فارسی میشه پیدا کرد. ولی به خط پیریلیک شما میتونید آثار به شماری رو که در واقع دولت اون رو تایید کرده در تاجیکستان پیدا بکنید و بخونید، که طبعا نه تنها میزان سواد بلکه سطح جهانبینی رو بسیار تنگتر و تنگتر میکنه. در زمان شوروی که از اهداف همین بود که شما با تغییر خطتون از اسلام و از ریشه مذهبی و فرهنگی و عرقی خودتون کنده بشید تا شوروی بتونه یک قوم دیگری رو مهندسی بکنه، و تا حدی هم موفق شد این کار بکنه که خیلی ها الان شدیدن در واقع جگرخونن از اینکه شوروی فروپاشیده و استقلال رو هم براشون در واقع استقلال رویداد خوبی نبوده. در واقع فعلا امروز که داریم صحبت میکنیم وضعیت از لحاظ رسمی چندان خوشایند نیست، ولی خوشبختانه در میان توده ها میشه دید که جنبش های جنبش زبان پارسی بسیار هم نیرو گرفته و تعداد بسیار زیادی از بخصوص جوانان دارند تلاش میکنن خط فارسی رو فرا بگیرن. در مدارس البته تعداد بسیار کمی 2-3 کلاسی درس میدن براشون، که خود آموزگاران متاسفانه از سواد کافی فارسی خط فارسی برخوردار نیستن تا بشه امید به اون داشت که اون کافی باشه برای تاجیک‌ها تا خط خودشون رو فرا بگیرن. بسیار خوب. جناب آقای رجبیان، این نگرانی رهبران حاکم در تاجیکستان فعلا از اینکه زبان فارسی و الفبای فارسی برنگرده، آیا از سیاستی ایدئولوژیکی هست که
فکر میکنن از طرف ایران در منطقه در واقع در پیش گرفته شده، یا فکر میکنن بازگشت به زبان فارسی، بازگشت به نوعی اسلامی سیاسی هست که تقویت میکنه، یا سیاست مسکو همچنان بر دوشنبه سایه افکنده، یا میتونیم هر سه دلیل بگوییم؟ اتفاقا در این مورد لزومی نداره که آدم حدس بزنه، برای اینکه آشکارا درباره صحبت میشه. یعنی مقام های دولتی یا کارشناسانی نزدیک به دولت در تاجیکستان بارها در پاسخ به خود من و افراد دیگری که سوال کردن گفتن که اگر نام زبان فارسی بشه و خط ما فارسی بشه، ما در واقع میتونیم انتظار اون رو داشته باشیم که در تاجیکستان نظامی شبیه نظام جمهوری اسلامی شکل بگیره. با توجه به سیاست امروزی که دولت تاجیکستان در قبال تهران داره که چندان دوستانه نیست و تا حد زیادی هم خصمانه است و دربارش فیلم‌های مستند هم به اصطلاح خودشون ساختن، طبعا میشه متوجه شد که به چه خاطر اونها نگران این موضوع هستن، در حالی که به نظر من نگران بسیار بیهوده ایست. مثلا افراد بسیار زیادی اتفاقا میشه گفت که اونهایی که سرآمدان جنبش فعلی زبان فارسی در تاجیکستان هستند میانه ای با این ایدئولوژی ها، با این نظام ها ندارن و صرفا خانه اون هستند که مردم تاجیکستان با گذار به خط فارسی بتونن به دریا یه اقیانوس عظیمی، گنجینی بزرگی از دانستنی ها به زبان خودشون و به خط خودشون دسترسی داشته باشن. البته عنصر روسی هم که بهش اشاره کردین هرگز نمیشه فراموش کرد. یادمون میاد موقعی که آقای رحمان نام خانوادگی خودش رو از رحمانوف تبدیل به رحمان کرد، چقدر فشار وارد شد به تاجیک ها، چون به دنبال اون تاجیک های دیگر هم نام های خانوادگی خود رو تبدیل کردن به نام های خانوادگی فارسی، اوف رو انداختن و در واقع پسوند های نام خانوادگی فارسی رو اضافه کردن یا بدون پسوند بودن مثل آقای خود رحمان. و فشاری که روسی وارد کرد این بود که مهاجران کاری تاجیکستان رو از روسیه تبعید می‌کرد، در واقع اخراج میکرد از روسیه و اجازه نمیداد که اینها وارد روسیه بشن. به فشار بسیار سنگینی بود بر شانه های بسیار نحیف اقتصاد تاجیکستان و این یکی دیگر از نگرانی ها میتونه باشه که به نظر من باز هم نمیتونه توجیه بکنه این موضوع رو که شما به خاطر اینکه یک کشور دیگه از شما راضی باشه از هویت خودتون بگذارید. بسیار تشکر.